روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر روبل جایگزین دلار و نوشته که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران و پیمان پولی که حالا میان جمهوری اسلامی و روسیه امضا شده. رئیس کل بانک مرکزی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که 28 تیر ماه معاملات روبل یعنی واحد پول روسیه در بازار ارز تهران آغاز شده و گفته که در آینده تقاضاش زیاد خواهد شد و اون رو ما جایگزین دلار و یورو میکنیم. اما مسئله ای که رئیس کل بانک مرکزی بهش اشاره نکرده این هست که روسیه خودش الان رکورددار تحریم ها هست، مثل ایران، حتی از ایران هم پیشی گرفته بعد از حمله به اوکراین، و اقتصاد روسیه اقتصاد بسیار آسیب پذیری است. اون اقتصاد هم متکی به نفت و صادرات نفت و گاز هست مثل خود ایران. نکته جالبی دیگه، همزمان با همین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی به شکل تبلیغاتی در این زمینه میزنن، این خبر رو روزنامه خبر جنوب چاپ کرده. از قول نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته که همین حالا بسیاری از مشاغل، از جمله برخی از پزشکان، برخی از رستوران ها و برخی از دیگر از اماکن یا مشاغل، به نوشته این روزنامه به گفته این نماینده مجلس، موقع دریافت دستمزد یا هزینه های خودشون اون رو با ارز از جمله به ویژه به دلار یا به یورو دریافت میکنن. یعنی برعکس شده اون ادعا و شعاری که مقام های حکومتی مطرح میکنن. حالا انقدر سیاست هاشون پول ملی ایران رو بیارزش کرده که کسانی که امکان داره براشون یا درآمدی دارن، سعی میکنن درآمد رو به دلار یا یورو تبدیل کنن و دست کم ارزش دارایی خودشون رو حفظ کنن. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده موضوع مسکن هست. روزنامه سند معدن تجارت این گزارش رو داره، سقف گران، و از قول کارشناسان نوشته که قیمت مسکن در ایران به دنبال موج گرانی ها که شامل مسائل ساختمانی هم شده. این روزنامه اشاره کرده که در بازار مسکن سوداگری خیلی هست و یکی از دلایل اینکه به مسکن به عنوان سرمایه گذاری، جایی برای سرمایه گذاری نگاه میشه، نه به عنوان یک کالای خدماتی، این هست که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست، نقدینگی روز به روز افزایش پیدا میکنه و این پولها و سرمایه های سرگردان همه میاد توی بازار مسکن و سبب میشه که قیمت مسکن به شکل بسیار پرشتابی افزایش پیدا بکنه. همزمان با همین گزارش روزنامه سند معدن تجارت، روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه این گزارش رو داره، از تب مستاجران تا تشنج قیمت ها، نوشته که حالا در فصل جابجایی ها مردم اهواز هم مثل بسیاری دیگر از شهرهای ایران دچار مشکل شدن، به ویژه اونهایی که اجاره نشین هستند. و برای نمونه این روزنامه اشاره کرده که اجاره مسکن در برخی از مناطق اهواز 5 برابر شده. این به نوشته روزنامه کارون بسیاری از مردم رو با بحران مسکن هم حالا مواجه کرده.